سراغ دوست عزیزم آقای سیاوش عبستای عزیز که چهره شون رو دیدیم و درودی گرم به شما. امیدوارم که خواب مطالب این هفته هم مثل همیشه بسیار زنده و جاندار بشه و مردم رو در حال به یک مسائلی دسترسی بدن که تا حالا اطلاعی ازش نداشتن. درودی بر شما. درود بر شما مهرپاجر استاد چرفشایی. پرنس رضا پهلوی 4 تا 5 زبون حرف میزنه و پرنسس نور پهلوی نیز 4 و 5 زبون صحبت میکنن. یعنی اینها ما نمیدونم دیدیم عکسای اینا رو بچه ها منتشر میکنن، ببینید عکس پرنسس نور رو و میگن این مردم سالهاست که تحت تاثیر تبلیغات جمهوری اسلامی، میگن اگه این آخوندهای شپش روی خواب آلوده حرامزاده برن کی میاد؟ نشون میدیم این میاد، نور پهلوی میاد. متوجه میشین؟ چون شاهزاده رضا الان بسیار خوب در میدان هست، کارهایی داره میکنه. شهبانو عزیز فعالیت داره. شهبانو عزیز استاد چرفشایی، من به شما بگم امشب اینجا در پشت صحنه بدونی که سر صدا بکنه و اسمش باشه، از قدیم تا الان داره فعالیت میکنه. من فقط یک نمونه شو به شما بگم. چند سال پیش رئیس سازمان امنیت مقتدر فرانسه آقای پیر ماریون، چون ایشون الان فوت کرد، ایشون اومد استودیوی من، مهمان من بود، دعوتش کردم به زبان فرانسه، از سنتروپه هواپیما سوار شد با زنش که امریکاییست، مخصوص برنامه من آمد پاریس. تو اون مصاحبه که الان روی اینترنت در دسترس همه است به فرانسوی، اون سال گفت در سالهای قبل زمان شاپور بختیار شهبانو جلسه ای اومد پیش من و رفت پیش میتران در مورد ایران صحبت میکرد و غیره. یعنی من این میخوام به ملت ایران بگم فعالیت و تلاش شده و میشه و زیادم هست، همه چیز رو نمیشه رو کرد. حالا این که شما مهداری داشت استاد چرفشایی میگید ما همیشه خبرهای دست اول به شما میدیم، همین امشب من 2 مورد مهمی رو میخوام بهتون بگم که خواهید دید مثل موارد دیگه عملی میشه. یعنی نمیدونم مستحضر هستید، البته من وقتی که میگم خودم اینو به خاطر اینه که برخی اطلاعات و اخباری هست که من خودم دارم، هیچ کسی دیگه نداره، یا اگه دارن کمتر کسانی دارن از مطلع هستن. مثلا من یک نمونه به شما بگم، تو برنامه خود شما عزیزم 3-4 روز بعد از اینکه جریان مهسا پیش آمد، من به شما عرض کردم که این حمایت و پشتیبانی جهانی میشه، مردم از داخل ایران باید بیان توی صحنه و غیره. یعنی زیر یه هفته بود که من این خبر دادم که پشتیبانی جهانی رو داریم. یه نوع مورد دیگه برگردیم به سالهای قدیم، یه برنامه که با علیرضا میبودی ما داشتیم و مقام مرتب با هم صحبت میکردیم و علیرضا میبودی یه شب گفت که سیاوش عبستایی این پارازیت میفرستن ایران. تازه بود که من انای تیوی را آورده بودم روی ایران جهانی و این تلویزیون برای ایران داشت پخش میشد و غیره، که بذارم همون موقع وقتی من به منشی زیاتابای عزیزم، درود دارم بهش، امیدوارم حالش خوب باشه، بهش زنگ زدیم که آقای فرکانستون رو خانم جان به من بده. گفت ای و روبر گشت داد، گفت برای چی میخوای عوستا؟ ایشون مادر یکی از خواننده‌های مشهور بود که اونجا کار میکرد. گفتم میخوام از فردا تو ایران نشونتون بدم. ایشون خندید، فکر کرد من دارم مسخره میکنم، ولی فردا تو ایران پخش شده نای تیوی. میخوام بگم هم تو اون برنامه که با میبودی میرفتیم، وقتی که میبودی گفت دارن الان پارازیت میدن، بهش گفتم هیچ نگرانی نداری، این یه کادویست که به آقای جیل باکس میدم من و آقای موینی بهش میدم، هدیه ایست، تبلیغ مجانی براش میکنم. بهش گفتم به میبودی اون سالا، گفتم هیچ نگران نباش، به زودی دستگاه هایی میاد که هیچ احتیاجی اشقاب روی پشت بام گذاشتن نیست. البته 7-8 سال طول کشید تا جیل باکس و اینا اومد. یعنی این خبرهایی که بنده به عرض شما رسوندم و مهربانیاران در طی سالهای گذشته که همه هم درست بوده و کمتر هم اصلا اشتباه پیش اومده، به خاطر آگاهی هاست و اشرافی که ما داریم و از همه مهمتر زبان یاد داشتن و ارتباط و دوستی داشتن و از همه مهمتر این که من خوانندگانی در سطح جهان دارم که عزیزان من هستن، شخصیت های برتر جهان هستن، کتاب های من به زبان مختلف میخوان. حالا اینی که میخوام بگم، یعنی نه اینکه از خود گفتن باشد، نه، چون اینا رو نمیدونه کسی.
مثل خاطرات نویسی سست و چرخه که خاطره که می نویسیم اگه کسی نیاد خاطرات چه بنویسه که ما نمیدونیم چی گذشته در زندگی، خاطرات عدم است، مال شانشار یا مر است، هر کسی میریم در خاطرات. ما پیش از اینکه کتاب خاطرات بنویسیم همینا رو به شما گفتیم و میگیم و امشب هم چیزای غیر خوب دارم که خدمتتون بگم استاد چرخه. بله بله عرض کنم خدمتون در ابتدا، چون بس فرمودین که عرض کنم، در ابتدا ما یه ویدئوی یه دقیقه داریم از زلزله‌ای که در سوریه و ترکیه اومده. من میخوام ضمن همدردی که ما داریم به ویژه با گردهای دلیر و قهرمانمون، گرد کرد نداریم، مثل فارسی که میگن به جای پارسی، این مردم ایرانیان اسمشون گرد هست، گردهای سرزمین آریایی رو اینها در سوریه، ترکیه، ایران، عراق قتل عام کردن طی دوران‌های مختلف تا به امروز، از زمان اشکانیان و مادها شما بگید تا امروز. همین ترکیه شاهد بودیم چقدر کردها رو کش، ایران تا همین دیروز موشک مینداخت اونجا میندازه و غیره. استاد شرفشاهی، این هم شوخی نیست، بر اساس همین گفته ایش که عرض کردم متخصصین بر این باورن که این زلزله ها همونطور که مرتضی هم با آقای توفیقی صحبت میکرد میگفت و ترانه کردی ازش پخش شد، اینها این رو خردمندان میدونن، بایستی همه بگن، یعنی خیلی هم میدونن خاطر مسئله ها دار چونده میگن نسل کشی آریایی ایرانی کرد، چون کرد اساس آریا و ایرانی، موی سرشو که مادر مهسا قیچی کرد امروز دنیا موی سر قیچی میکنه. این یه سنت آریایی بوده، مال عزاداری و نوحه خونی و گریه و زاری نداشتیم ما. موزیک که میزنن این سنت کردی آریایی. حالا استاد چرفشایی، این زلزله ها برای کم کردن اعداد و نفسات و جمعیت گردها در این چهار کشور هست شوربختانه. الان این ویدئوی نخستی رو که آقای شهرتی دارن به ما نشون میدن، در این ویدئو که همش یک دقیقه است، دو تا تیکه روش هست. یکی این که در بخش نخست میبینید که وقتی یک بچه کردی رو، دختر بچه رو از زیر آوار در میارن، مردم چقدر شادمانی میکنن، چون زن سمبل زندگی است، زن زندگی آزادی. و در همین راستا من این به شما بگم، توی قبل این فیلم که ما همش براتون نفرستادیم، یک مردی زیر آوار مونده، مرد زیر آوار فریاد میزنه، رفتن بگیرن بکشنش بیرون، میگه چجوق چک، به ترکی چجوق چک، یعنی برید اون بچه رو در بیارین. صدای بچه رو شنیده چون زیر آوار بوده خود مرد، و میگه اینجا بچه زیرش خاک است، بعد من بچه رو در میارن. شما شادی مردم میبینین، این ابتدای ویدئویه، در ادامه ویدئو 17 ثانیه است، خوب گوش کنید که خیلی مهمه. دو تا بچه کرد دختر زیر آوار گیر کردن، هر لحظه امکان داره که زمین لرزه دیگه بیاد و این بچه ها برن زیر خاک. این حرامزاده ای که دولتی امدادگری که بالا سر این است داره فیلم میگیره و با این بچه ها مذاکره میکنه که اگه من شما رو در بیارم کنیز من میشید. دختری میگه آره من کنیزت میشم، منو درآ. ببینید فیلمو، بعد با هم هستیم. طلع انا مع انا وانا كلمه انا احسن منك. طب اذا جبت شو طالع لك تعرف تلعبي العاب لك شو الا لا انا طلع انا مع انا وانا كلمه انا احسن منك. طب اذا جبت شو خب اینو دیدید استاد چرفی، دنیا هم دید، سند بسیار مهم که میبینه در مردک اخوی که داره فیلم میگه ایدم دورشن. اینها همون چیز که کردار میکشتن چند وقت پیش، مینداختن توی خاک دفن میکردن، ترکیه این کار میکرد، دقیقا مثل همونه، یعنی این کار جنایی سرن انجام میدن. حالا نکته دیگه استاد چرفشه مربوط میشه به پس فردا، یعنی روز 22 بهمن، 4-5 روز دیگه مونده. ببینید مردم، این از همون حرفی که استاد چرفشه میفرمان که من خدمتتون میگم، ببینید 22 بهمن امسال
اگر شما میلیونی ریختی توی خیابان ها در خارج از کشور، ما میکنیم در این شهر که نیزیر ویل کنید داخل کشور. اگر تمامی شهرهای ایران که هر سال برای جمهوری اسلامی میایین توی خیابون، امسال برای خودتون و مردم خودتون و سرزمین کهن 7700 سالتون بیاین بیرون و شعار بدین مرگ بر جمهوری اسلامی و شعار بدین ما آریایی هستیم، تازی‌ها رو نمی‌پرستیم، باید از اینجا بیگانه در ایران است، باید خارج بشه و بگید رضا شاه روحت شاد، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدید. این یک رفراندوم جهانی محسوب میشه و این بار جهان میاد شما رو آزاد میکنه. چجوری آزادتون میکنه؟ اینه که میخوام بهتون بگم، مهمه گوش کنین. آزاد کردن جهان، میدونید که وقتی که حمله های نظامی اینا میکنن، یک نوع حمله های نظامی هست مثل عراق و افغانستان اینا که میزنن. دو تا سه تا نمونه باحال داریم، حمله نظامی به ایران نمیشه، از اون کارهای باحال میشه که رهبران نظام جمهوری اسلامی میان میزنن. چطوری؟ مثل نیکولا چایچسکو، مثل صدام حسین، مثل معمر قذافی. ستا رو تو کلتون کنید ملت ایران. اگر 22 بهمن امسال همونطور که همه فراخوان دادن بیایید و نیاد شعارهای حزب اللهی ضد شاه بدید، ضد اون بدید، بگید که مرگ بر رهبر و بر شاه و از مزخرفات بیان بگین، کارتون تمومه. بایستی بیان هر کسی مال جریان دیگه هم هست میتونه بیاد شعار خودش بده، ولی چون اکثریت ملت ایران شروع کردن چند سال پیش رضا شاه روحت شاد، ما آریایی هستیم، ادیان، افکار، تشیع و مقدسات تازی، فاطمه، اینا رو ما نمیپرستیم. این شعارها رو مثل رضا رهنورد، مثل کیان پور فلک، مثل سرحشوری، محسن سرحشوری، مثل سید محمد حسینی، بیاین این شعارها رو بدین، دنیا ازتون حمایت میکنه و میاد این دفعه رهبران نظام جمهوری اسلامی رو میزنه. اگر این کار رو نکنید و جمهوری اسلامی موفق بشه که آدم خودشو بیاره، کار بعدی نمیشه زیاد، یعنی فقط به تأخیر میفته، چون این نظام رفتنیست، این نظام نابود شده است، پوسیده است، ولی کار رو به تأخیر میندازه چه با مردم و باز دوباره برای مدتی اینها کشتار و قتل عام خواهند کرد. استاد شرفشاهی، امروز من به شما اینو عرض میکنم، سند بهتون میدم. در چند هفته پیش نشستی در امریکا توسط اونایی که تصمیم میگیرن، تصمیم گیری شده نشستن، حالا در آینده یا میفهمید یا خود من بهتون میگم، که این رفراندوم روز 22 بهمن سال مهمه. یک عکسی آقای شرفشاهی، آقای شهرتی دارن، این عکس شما ببینید، نظام شاهنشاهی رو آمریکا با همین حیله تظاهرات مردمی، آره همین عکس، ساقط کرد. ببینید من این قبلا تو برنامه شما گفتم، الان سند بهتون نشون میدم. سال 1357 تازی که رژیم پادشاهی ساقط شد و گوادلوب تشکیل شد و غیره، آمریکا جیمی کارتر، من اینو خودم در جریان بودم، چون همون موقع در نشستایی که میشد که بعدا شد شورای انقلاب در تهران، من خودم حضور داشتم، اینی که بهتون دارم میگم و اینم سندشه، بزنید اینو فراوون به چشمتون میخوره. در اون سال 57 جیمی کارتر به خمینی پیشنهاد کرد که شما روز حقوق بشر جهانی امسال یه تظاهرات گسترده تو ایران بزنید، اگر میلیونی اومدن توی خیابون ما ترتیبشو میدیم، و اون روز مصادف شد با تاسوعا. ببینید عاشورا، تاسوعا، تاسوعا عاشورا که داریم، عاشورا مهمتره، ولی راهپیمایی بزرگ اون سال در تاسوعا انجام شد که روز حقوق بشر بود، روزی بود که جیمی کارتر خواسته بود. الان این همون قضیه است برای آزادی ایران، و الان جیمی کارتر در کار نیست، این تشکیلات جهانی که از ایران پشتیبانی میکنه الان و از انقلاب ایران پیشنگاه، این لایکه، دینی نیست، به هیچ دینی بستگی نداره، به هیچ قدرت سیاسی خاصی بستگی نداره، آزادی و آزادی خواهی است. مردم اگر چنین نکنید بیچاره و بیچاره تر خواهیم شد و اینها برای مدتی دیگه آخوندا میمونن، و ولی ما هزینه شو باید مردم ما بدن. تقاضای عاجزانه میکنم که 22 بهمن میلیونی بیاین. این برنامه کوتاه، من عرایض زیادی کردم مردم، به هم منتقل کنید. 22 بهمن در خیابان ها رفراندوم جهانی، مرگ بر جمهوری اسلامی. بله، این در
خارج از کشورم هست، میدونی یک تظاهرات سراسری هم اینه که من چون خودم در فرانسه به ویژه از سال 1982 نقش مهمی داشتم در تظاهرات میلیونی، میخوام بهتون بگم در سالهای دهه 1980 ما در اینجا تظاهرات چندین هزار نفر هم هر هفته داشتیم. همین بعد جریان مهسا اولین تظاهرات بزرگ که همه احزاب سیاسی فرانسه شرکت کردن اول اینجا بود قبل از تورنتو. میخوام بهتون بگم مردم استاد چرفکی فرمایشون درست گوش میکنیم، اطاعت میکنیم، همه به تظاهرات ما میریم. ما 44 سال داریم تظاهرات میکنیم، تو خارج از کشور یک تظاهرات به نفع جمهوری اسلامی نشده. اساس تعیین کننده فقط تظاهرات میلیونی در ایران هست، همونطور که پرنس رضا پهلوی گفت و دیگران، در ایران باید بیان توی خیابونا، تو خارج ما 44 سال داریم میایم. بله بسیار ممنونم از شما، وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. تا هفته آینده شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. سپاسگزارم. بدرود. خدا نگهدار. استاد چرفشاهی عزیز، سپاسگزارم از کارگردان برنامه آقای شهرتی و دوستان عزیز. بسیار ممنون بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت.